ببینید بورس در ایران در این 20 سال اخیر از دهه 80 به بعد رشد قابل ملاحظه‌ای کرده، چون قبلا تقریبا مردم کمتر سراغ بورس می‌رفتن و میشه گفت که موفق‌تر از سایر واحدهای عمومی نظارت شده و نسبتاً میشه گفت که در این 20 سال موفق‌تر از سایر دستگاه‌های دولتی و اینا بوده. به نظر من خوب تر از اونها در این 20 سال اخیر اداره شده و قبلش هم، یعنی بعد از اینکه در سال 67 بورس شروع به کار مجدد کرد، خب حجم مال فعالیتی نداشت، وگرنه اون موقع هم خب مدیران خوبی اداره میکردن، ولی حجم زیادی نشده بود. در این 20 سال اخیری که حجم قابل ملاحظه شده و رشد قابل ملاحظه شده در مقایسه با دنیا، خب بله، ما در گذشته وضعیتمون خیلی از منطقه فراتر بوده. یعنی ما موقعیت داشتیم بعد مثلا 20 سال بعد از ممتاز ترکیه صاحب بورس شده، یا بیش از 20 و چند سال بعد از ما مثلا امارات صاحب بورس شده. یعنی ما سابقه داشتیم، اگر با همون آهنگ حرکت میکردیم خب الان جلوتر بودیم، خیلی جلوتر هم بودیم. اما این رو شاید در مورد بسیاری از نهادهای دیگه هم بشه گفت، اما به طور کلی میشه گفت که خب از اونها عقبتریم به لحاظ حجم پولی که تونستیم جذب کنیم، چون مسئله بورس فقط مسئله خرید و فروش نیست، مسئله این است که آیا تجهیز سرمایه میکنه، میتونه سرمایه جمع کنه که اشتغال ایجاد بشه یا نه. از دید اقتصاد ملی اون مهمه. یعنی ما نباید بورس رو با شاخص قیمت و بالا پایین رفتن موفق یا ناموفق بدونیم، که متاسفانه بعضی از دولتی ها این کاری کردن تا شاخص رفته بالا، گفتن مربوط به دولت ماست و بعد اومده پایین مسئولیتش رو مجبور شدن قبول کنن دیگه. چرا مردم امروز جمع میشن جلو بورس میگن مثلا شاخص اومده پایین یا فلان؟ برای اینکه دولتی ها همچین زمینه ای بهشون دادن، یعنی همچین میدانی رو ایجاد کردن، وگرنه خب شما خودت خیلی خودم بالا پایین شده دیگه، بازار سرمایه است به من چه ارتباطی؟ کمان که امروز در مورد رمز ارزها دیگه کسی مثلا نمیاد به دولت، چون خودشون رفتن کار غیر قانونی یا قانونی کردن و طبعا نمیتونن به دولت منتسبش بکنه. هرچند که از دولت ها میشه انتظار داشت که تعیین تکلیف بکنن که بالاخره قانونی انجام بشه، یه غیر قانونی هم جلوش گرفته بشه. نه اینکه ما مثلا یه مغازه‌ای داشتیم در سطح کشور الان که معاملات رمز ارز میکنن، بالاخره قانونی، خب پس بذارید کارشون بکنن درست مثل کشورهای دیگه. اگر هم غیر قانونی میدونیم که خب نباید تو این حوزه ها کار کنن. خب خیلی از این حوزه ها هست که ما به اصطلاح میشه گفت که فانکشن یا عملکرد معیوب داریم در ساختارهای مختلفی که در کشور ساختیم. خب بالاخره این رمزارز رو قانونی یا غیر قانونی، اینو باید تعیین تکلیف کنیم. ولی همینجوری سالها میمونه بین قانونی و غیر قانونی بودن. گاهی کسی رو میگیرن، گاهی نمیگیرن، گاهی ول میکنن، گاهی میبازن، گاهی میبرن. اینا رو خب ما در کشورمون داریم. در مورد بورس هم میشه گفت نسبت به بقیه اینستیتوشن هایی که ساخته شده در کشور، اون عملکرد معیوبش کمتره، یعنی کارکردهای معیوبش کمتر هست. بله، در حوزه بورس کالا ما هنوز باید پیشرفتایی کنیم، باید رقابت رو بیشتر بکنیم. ما یه بورسی داریم که در حوزه برق مثلا کار میکنه، هنوز کارایی نداره چون قیمت گذاری برای برق داریم. اینا خب باید اصلاح بشه. اما در مجموع این عملکردهای نامعیوبی که ما در بسیاری از حوزه های کشورمون شاهدیم، که بالاخره مثلا یه مثلا نمیدونم یوتیوب مثلا در همه جای دنیا داره مصرف میشه، در ایران خب یوتیوب بسته شده. من واقعا سردر نمیارم چرا بسته شده، چون میلیون ها فیلم آموزشی داخلش هست، مثل اینکه حالا 4 تا مطلب ناجور هم هست. یعنی شما در مورد هر چیزی که بخواید در این عالم بررسی کنید اونجا میتونید موضوع مستدفی پیدا کنید. مثلا در مورد تناب بافی دنیا ما هیچ چیزی پیدا کنیم هست، در مورد اینکه با دوربین فیلم برداری چجوری درست کار کنیم هزاران فیلم اینجا وجود داره، در مورد اینکه مثلا فلان دارو
چه خاصیتی داره، صدها فیلم اینجا هست. یعنی بستن چه این دستگاهی مثل ممنوع کردن مداد میمونه که چون مداد مثلا باش میشه فوشم نوشت ما ممنوعش بکنم، یا اتومبیل چون میشه آدم به جاهای نامربوطی بره با اتومبیل پس اتومبیل مربوط کنه. یعنی اصلا من سر در نمیارم. ولی با این همه حالا خیلی خب من تعطیلش کردیم. حالا بعد دیگه ما هزاران فیلتر شکن رسمی در کشور میفروشیم که اینو دوباره ببینیم باز کنیم. خب این اون عمل کرده معیوبی است که در مورد نهادها ما در کشور داریم و اینا رو باید اصلاح کنیم. در خیلی از حوزه هامون هست. قوانین نصف نیمه اجرا میشه در خیلی از حوزه. بالاخره یه چیزی باید انجام بشه یا نباید انجام بشه. شما یه قانون الان دارید مثلا بر مورد خانه های خالی. خب این قانون حالا درسته غلطه من کاری ندارم، بحثش نسبتا طولانیه، ولی اگه نمیتونید اجرا کنید خب چرا این قانون رو مینویسید؟ اگر اجرا نوشتید چرا اجرا نمیکنید؟ اینا اون عملکردهای شما معیوبی است که در داخل کارکردهامون داریم و توی بخش های مختلف اقتصادمون هم داریم. رو